درود فرمان خدمتتون عزیز. دوستان توی این برنامه بریم سراغ فیلترها و ببینیم که چه نمادهایی افت بیشتری را داشتن، حالا در هفته، در ماه، در سه ماه، و بالاخره تعدادی از اینها رو بررسی بکنیم، اونایی که حالا نزدیکتر هم بررسی نکردیم. هفته گذشته تقریبا هفته خوبی بود برای بورس و تنها یک نماد داریم که بیش از 15% افت قیمت رو تجربه کرد و اون نماد وایران هستش. خب وقتی نمودارش رو نگاه میکنیم، ورود به این نماد فعلا یه مقدار ریسک زیادی را به همراه داره، حالا علارغم این که حرکت خوبی هم داشته توی این چند وقته و الان هم یه اصلاح داده، ولی در هر حال اگر رسید به نیم و یا 61 صدم، اونجا هستش که حالا برای ورود میشه تصمیمات بهتری رو گرفت، یعنی قیمت 650 تا 700. الان قیمت 764 تومان هست. یکی از دلایل اینه که وایران از کانال سعودی که تقریبا از 23/2 داشته تا 11/4 خارج شده، یعنی در زمانی که دقیقا بورس وضعیت خیلی خوبی را طی نکرده، این نماد وضعیت خوبی را میشه گفتش طی کرده و غیر از همین هفته اخیری که الان افت زیادی را تجربه کرد و از 10/4 قیمت از تقریبا 880 تومان الان اومده رسیده به 760 تومان، قبلش روند خیلی خوبی را داشت. حتی به قبلتر هم برگردیم، برج 11 پارسال قیمت وایران این چیز بوده 340 تومان بود، یعنی تقریبا نصف قیمتی که حتی از نصف هم کمتر همین الان روی تابلو دیده میشه. بنابراین توی این مدت یک رشد خیلی خوبی را داشته و به نظر من هنوز به اون اندازه‌ای که دلخواه ما هستش و ریسک کمتری رو برای ما ایجاد میکنه اصلاح نکرده. اگر رسید قیمت بین 650 تا 700، حالا دیگه اون موقع دوستان بر اساس ریسک پذیری خودشون میتونن حواسشون باشه و برای ورود تصمیم بگیرن. خب قطعا ورود میتونه یه سیگنال تاییدی هم داشته باشه، حداقل جایی که به سمت بالا حرکتی دیده بشه. همونجوری که مشاهده میکنید الان استاچ RSI هم حالا در منطقه سفید پایین قرار گرفته، ولی هنوز حرکتی به سمت بالا ازش دیده نمیشه و خب قطعا زمانی میتونیم تاییدیه رو بگیریم که این استاچ به سمت بالا حرکت کنه. مثلا مانند اینجا ببینید، اینجا وقتی که میخواد حرکت شروع بشه، من یکم میام شورتر، ببینید استاچ به سمت بالا حرکت خودش را شروع کرد و میبینید که اینجا هم حرکت آغاز شد. فعلا توی این موضع هستیم، یعنی اینجاییم، حتی اینا رو هم هنوز نیفتاده، یعنی این قسمتی که اینجا بود و میبینید بازم پایین‌تر اومد. خب من فیلتر رو گذاشتم روی یک ماه و نمادهایی که افت 30% را در یک ماه تجربه کردن که میبینید تعدادشون به 8 نماد افزایش پیدا کرد و خب حالا حتی اگر این هفته اخیر وجود نداشت، چون خیلی از نمادها این هفته آخری اومدن بالا و خب بالاخره تونستن اونایی که خیلی افت کرده بودن یکم جبران بکنن، اگر که این هفته خوب پیش نمی رفت شاید تعداد نمادها خیلی بیشتر می بود اینجا، ولی الان 8 نماد را داریم. اولیش وتوکا هستش که البته وتوکا از قیمت تقریبا 540 تومان اومده با به 416 هم رسیده، 410 هم رسیده توی یک ماه اخیر، الان 454 تومن قیمتش. سه کندل قرمز پشت سر هم رو داره هنوز. RSI به سمت پایین هستش و خب قطعا نقاطی که باید بهش خیلی توجه بکنید، من فکر کنم توی این محدوده هستش، یعنی همون قیمت حدوداً 410 تومن. یعنی جایی که باید برای ورود تصمیم گرفت روی 410 تومن هستش که اون موقع دیگه باید به RSI نگاه بکنید، به شرایط کلی بازار و همچنین بالاخره تاییدیه‌ای برای حرکت رو اگه تونستید بگیرید میشه ورود کرد، وگرنه حتی جا داره که تا 380 تومن هم پایین بیاد، به خاطر اینکه 380 تومن الان یک حمایت خوب براش محسوب میشه. همونجوری که مشاهده میکنید اواخر سال گذشته و اوائل امسال تو این رنج قیمت، یعنی 380-90 تومن، زمانی را گذرونده و تقریبا یه سقفی را
برج 12 توی همین حدود 390 تومان داشته. بنابراین من فکر میکنم که این 78% فیبو اینجا، یعنی 380-90 تومان توی این محدوده هم میتونه مناسب باشه. یعنی کلا محدوده بین 380 تا 410 محدوده هستش که دوستان اگه علاقمند به ورود به این نماد هستن اونجا باید تصمیم گیری خودشون را انجام بدن. فعلا میتونه ریسک بالایی داشته باشه به خاطر شرایطی که اندیکاتورها البته دارن نشون میدن، مگر اینکه حالا اوضاع بورس به گونه دیگری هفته آینده تغییرات داشته باشه. خب هفته گذشته راجع خموتور صحبت کردیم، دیگه من صحبت نمی کنم، بریم سراغ خطراک. که خطراک هم همچنین مشاهده می کنید چند روزی هستش توی هفته اخیر، که حالا هفته اخیر که اوضاع بورس خیلی هم بد نبود، ولی حالا خیلی حرکت جالبی را این نماد نداشته و حتی از کانال سعودی خودش در تاریخ 6 تیر ماه خارج شده و حالا مشخص هم نیست که مجددا بتونه حرکت رو سعودی بکنه یا نه. البته RSI یه حرکتی رو به سمت بالا اینجا نشون میده ولی هنوز خیلی پرقدرت نیست، کندل آخر هم قرمز هستش. در حال دوستان توجه بکنن که خطراک رشد خوبی رو البته تجربه کرده، به نحوی که تقریبا از 23/12 از قیمت 350 تومن میاد و به حدوداً 706 تومن هم میرسه، یعنی تقریبا دو برابر میشه و این دو برابر شدنه در مدت مثلا 3 ماه دو برابر شدن یه مقداری خب حالا شاید فشار آورده برای نماد. و تا حالا به قبلترش هم اگه بخوایم برگردیم، یعنی تقریبا برج 89 رو نگاه بکنید، اینجا قیمت 260 تومن هم بوده. اگه بخوایم تقریبا مثلا 6 ماهش رو در نظر بگیریم قیمت حتی 3 برابر هم شده. این هم یه نکته دیگه هستش که در ارتباط با خطراک در نظر بگیرید. در هر حال فعلا یک واکنش کوچیکی رو روی 3800 فیبو نشون داد، یعنی رو قیمت 570 تومن، ولی خب الان که از اون هم فاصله گرفته بنابراین ورود در این ناحیه خیلی منطقی به نظر نمیرسه. اگر دوباره به 3800 برسه به احتمال زیاد بتونه اون رو بشکنه به سمت پایین، با توجه به اینکه از کانال سعودی هم فاصلهش یه مقدار زیاد میشه و بعدن نقاطی مانند 535 یا 495 که 61/5 و نیم فیبو هستش، یعنی این منطقه میتونه برای تصمیم گیری انتخاب بشه و در حال دوستان که میخوان ورود بکنن اینجاها دیگه تقریبا ریسکشون کمتر خواهد شد. البته باز اینو در نظر بگیرید که گروه خودرویی ها خیلی وابستگی به هم دارند. البته این خطراک گروه تراکتور سازی و اینجور چیزها هستش، ولی در نهایت وقتی که گروه خودرویی به هم میریزه بالاخره اعضای گروه هم یه جورایی به هم میریزن. شاید هفته های آینده خبرهای خوبی برای گروه خودرویی هم بالاخره بتونیم بشنویم و بعدن اون موقع تصمیم گیری ها راحت تر خواهد شد. منظورم ورود خودروهای سواری به بورس کالا هستش. خب نماد بعدی نماد برکت هست که افت زیادی داشته. البته یکی از دلایل افت قیمت تصمیمات افزایش سرمایه بود که خب مجوز افزایش سرمایه صادر شد و سرمایه قدیم شرکت همونجوری که میبینی تقریبا از 7,340,000,000 ریال به 17,340,000,000 ریال افزایش داشته. میزان افزایش سرمایه 136% که از مطالبات و آورده نقدی، یعنی حق تقدم هم ایجاد شده و احتمالا سهامداران باز پول به حساب بریزن. ولی خب همین قضیه باعث شد که وقتی که باز میشه نماد قیمت پایینی باز بشه، یه سودی هم البته داده 53 تومن که به نظر من خیلی پایین تر از این حرفا باز شد، یعنی قیمت نصف هم بیشتر شده. این در حالی هستش که نمودار تعدیل شده هم خیلی وضعیت جالبی رو نشون نمیده، بخاطر اینکه افزایش سرمایه به اصطلاح از آورده نقدی هستش و
از اندوخته اصلا افزایش سرمایه نداره، افزایش سرمایه از اندوخته صفره و پول باید وارد شرکت بشه. یهوی خیلی باز شدنش عجیب و غریب بود و اگر که این نمودار تعدیل شده درست باشه، که خب قطعا اینجا الان نمیشه تعدیل شده، یعنی اگه تعدیل نشدهش رو هم ما بخوایم اینجا نگاه بکنیم همین حالت رو داره نشون میده، خیلی فرقی بین تعدیل شده و تعدیل نشده الان وجود نداره. و در هر حال اگر که بدین شکل باشه میشه گفتش که افت قیمت زیادی رو یک مرتبه متحمل شده این نماد، که خیلی دلیل و توجیه خاصی نمیتونه داشته باشه. بنابراین دوستان حواسشون باشه که شاید حالا چند روزی به خاطر این تو زغ زدنه، علارغم اینکه دارویی‌ها این مدت خوب تونستن رشد بکنن، یهو برکت اینجوری پایین باز شده، برای خرید هم بتونه مناسب باشه. و خب معمولا ما زمانی یه همچین نموداری رو باید داشته باشیم که افزایش سرمایه از اندوخته شرکت باشه، نه اینکه از آورده نقدی، چون الان حق تقدم‌هاش هم باز شده و افت قیمت شدیدی رو یهو در این نماد مشاهده کردیم، به نحوی که حتی میبینید قیمت از مثلا برج هفت پارسال هم پایین تر اومده. بنابراین حواستون چند روزه باشه بهش، شاید برای خرید هم مناسب باشه و حالا بشه همین جایی پله بزنید و صبر کنید، حالا اگه پایین تر اومد پله بعدی و احتمال داره که اصلا از همین جا به سمت بالا برگشتش رو شروع کنه. خب نماد بعدی لیست ما و فیلتر ما بهتر بگیم نماد قگولستا هستش. قگولستا تقریبا میشه گفتش که از وقتی یک سودی را پرداخت میکنه، اون هم حالا مبلغ زیاد نیست، سود 77 تومانی پرداخت میشه در این نماد، قیمت از 4200 تومان تا 2690 تومان هم تقریبا پایین اومده، که خب حالا برای پرداخت سود 77 تومانی جورایی شاید خیلی تناسب نداشته باشه. و اگر که نمودار فیبو رو هم بذاریم میشه گفتش که قگولستا حتی از 61 صدومی هم رد کرده و الانه روی تقریبا 78 صدومی حمایت 78 صدومی داره قرار میگیره، قیمت 2500 و تقریبا 50 تومن فیبای 78 صدومی قگولستا هستش، که البته یه بار هم تقریبا تا 2630 تومن 7.4 پایین اومد و توی این رنج داره حرکت میکنه. RSI فعلا شاید به سمت پایین هم باشه. بنابراین میشه گفتش که قگولستا یک نماد تقریبا کم ریسک برای خرید یا نزدیک به کف قیمتی خودش قرار گرفته، کفی که 23 دو داشتیم و قبلا تا 2130 تومن هم البته پایین اومده 23.2، بعد از اون که بالاخره بورس اوضاعش از تقریبا 17 و 18 هم به هم ریخت خوب پایین اومد، البته بعدش هم مجددا یه رشد خوبی را داشت. اگر مجددا بخواد یه همچین سناریوی تکرار بشه، جا داره که یک رشد خوبی را باز در این نماد ببینیم. نماد قگولستا البته اوائل امسال حدود 1500 تومن هم دیده شده و حالا من این فیبایی که دارم میگیرم از همون 23.2 دارم میگیرم، اگه برگردیم به عقبتر مثلا از اینجا بخوایم بگیریم، الان تقریبا روی 61 صدومی قرار گرفته، یعنی در این صورت هم برای خرید میشه گفتش که از ریسک کمی برخوردار هستش. و خب حالا بالاخره دوستان میتونن نگاه داشته باشن، اگر RSI خاص به سمت بالا حرکت داشته باشه برای خرید اقدام رو انجام بدید، احتمال داره مثلا حالا یک کندل دو کندل قرمز دیگه هم در این نماد دیده بشه. پس تا اینجا قگولستا برکت دو تا نمادی هستن که میتونن روشون یه مقدار فوکوس داشته باشید. خب نماد بعدی که تو فیلتر دیده میشه نماد سیمان اردبیل ساربیل هستش، که حالا همونجور که مشاهده میکنید این افت به علت یه افزایش سرمایه بیشتر شکل گرفته که
این افزایش سرمایه از اندوخته هست، یعنی 100% افزایش سرمایه‌ای که 200% هم هست از اندوخته هستش. و خب طبیعیه که وقتی از اندوخته باشه ما بخوایم یک همچین به اصطلاح حالتی رو هم داشته باشیم. بنابراین این تفاوتی هستش که الان با اون برکت که گفتم اگر نمودارها درست باشه مقدار شک برانگیز بود، به خاطر اینکه اونجا هیچ چیزی از اندوخته نوشته نشده و همه از آورده نقدی بود و یک مرتبه خیلی افت قیمت شدیدی را دیده توش ایجاد شد. ولی خب این طبیعی هستش. بنابراین حالا علارغم اینکه قیمت اومده پایین و اینجا هم یه حرکت کوچیکی داره شکل میگیره، ولی خیلی فعلا عقلانی نیستش که بخوایم سراغ این بریم، به خاطر اینکه بعد از افزایش سرمایه بعضی از اوقات هم احتمال افت وجود داره، با تعجب اینکه بیشتر هم سیمانی ها رو باید تو فصل زمستون بخرید نه فصل تابستون. من خیلی توصیه نمی کنم که الان بخواید سراغ همچین نمادی برید که 200% افزایش سرمایه از اندوخته داشته. و البته اگر که نمودارش را به صورت تعدیل شده هم بخوایم نگاه بکنیم، همونجور که مشاهده میکنید تقریبا میشه گفتش رو تعدیل شدهش افت قیمتی هم دیده نمیشه و در هر حال موقعیت خیلی جالبی برای خرید نیستش که بتونیم بگیم دوستان بالاخره حواسشون باشه، مگر اینکه حالا بخواد تا قیمت‌های حداقل 1800-900 تا اینجاها پایین بیاد، اون موقع شاید بشه برای خریدش تصمیمی را داشته باشید. همونجور که مشاهده میکنید در هر حال این افزایش سرمایه تو فیلتر الان یه جوری میشه گفتش که یه اشتباهی ایجاد کرده و تفاوتش با برکت دقیقا توی نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده نمایان شد اینجا. خب نماد بعدی تپومپی پمپسازی ایران، که همونجور که مشاهده میکنید این تپومپی هم مدتی هستش از کانال سعودی خوبی که تقریبا براش ایجاد شده بود از 9-8 از 8-8-1401 ببینید در یک کانال سعودی قرار میگیره و یه شارپی هم آخر کار میزنه، حتی شاید این شارپه ذره کار خراب کرد و اگر این تو این کانال سعودیه با همون ریتم حرکت میکرد اینجوری نمیشد. ببینید این ریتم اون کانال سعودیه هستش که براتون کشیدم، حتی یه جایی خب خیلی اومد بالا و سریع برگشت کرد، یعنی حتی اگر ما این رو هم حذفش بکنیم این ریتمش اینجوری خیلی خوب داشت به جلو میومد، تا اینکه اینجا نگاه بکنید از این کانال خارج شد و یه مرتبه از قیمت تقریبا 1400 خورده ای تا 2000 تومان بالا اومد. این قسمت یه جورایی قاعده رو به هم ریخت و بعد از اون دیگه نتونه سعودی ادامه بده، در یک کانال نزولی افتاد. حالا ما فرض رو بر این بگیریم که اگر این اتفاق نمی افتاد و این میخواست تو همون کانال خودش یه جورایی حرکت بکنه، بالاخره به این قیمتی که رسید 2000 تومان میرسید، ولی کجا میرسید؟ مثلا اینجا برج 6 و 7 اینا بس به اون قیمت میرسید. یک مرتبه رسیدن توی برج 2 به این قیمت این اتفاق رو هم براش رقم زد. در هر حال میشه گفتش که الان بد هم نیست، یعنی نمیتونم بگم که ریسک بالایی داره، نمیتونم بگم ریسک پایینی داره، به خاطر اینکه حالا اگه بخوایم یه دونه حالا از اینجاها هم که یه اصلاح انجام شده روی این قسمت آخری یه فیبو بذاریم، همونجوری که میبینید الان تقریبا روی عدد نیم قرار گرفت و روی 61% هم واکنش نشون داد. خب بهترین حالت همین بود که روی 61%، یعنی 1380 صد تومن زیر این قیمت خرید میشد، که خب تقریبا میونه این کانال نزولیه میشد و روی 61% هم می اومد. فعلا روی نیمه، خب ریسکش یه مقدار بالاتره مگر اینکه این برگرده به همون کانال سعودی که قبلا داشت ادامه میداد. بنابراین به خاطر اینکه الان اینجا این سقف این کانال نزولی خیلی فاصله نداره، 1595 تومنه تا اینجا، خب الان خرید ریسک یه ذره بالا داره دیگه،
یعنی کندل سبز روز آخر اگر قرمز میشد میومد تا اینجاها، میومد رو قیمت مثلا 1350 تومن، شاید میتونستیم بهتر تصمیم گیری بکنیم. بنابراین میتونید روی واچ لیست تو داشته باشید، اگر اومد تا قیمت های مثلا 1300 الی 1400 اینجاها، اون موقع تصمیم گیری بکنید که به این نماد ورود داشته باشی یا نداشته باشی. که خب قطعا اگر پایین هم اومد و این 61 صدم رو رد کرد، اون موقع احتمالی که پایین تر هم بیاد وجود خواهد داشت و شاید اون موقع مثلا واسه کانال اینجوری براش در نظر بگیریم، اینجوری شاید کانال نزولیه منطقی تر باشه. این قسمت رو من حذفش کردم. مثلا ببینید قیمت 1275 تومن به نظر من قیمت مناسبی میتونه باشه که هم کف این کانال نزولیه هستش، همین که بعدن از این 61 صدومی هم پایین تر اومده تا نزدیک های 78 صدومی فیبو اومده، برای پله اول ورود میتونه کم ریسک تر باشه. خب نماد آخر ما پارتا هستش که پارتا هم جوک مشاهده میکنید بعد از اینکه یک حرکت بسیار خوبی رو از برج 8 داشت و از قیمت تقریبا 400 تومن اومد تا قیمت تقریبا 970 تومن هم بالا اومد، یعنی از دو برابر هم بیشتر شد، ولی بعدش اصلاحی انجام گرفت که این اصلاح تا 61 صدومی فیبو پایین اومد، یعنی تا قیمت 713 تومن، مجدداً یک صعودی رو تجربه کرد تا 900 بالا اومد و فعلا دوباره برگشته به همون 61 صدومی فیبو. و البته با این تفاوت که دفعه قبلی که به 61 صدومی فیبو رسید دوستان، به کف کانال سعودی هم رسید. ببینید این کانال سعودیه و کف اون کانال رسید و خب منطقی تر بود که اینجا خرید روی 61 صدومی، یعنی همون حدود قیمت مثلا 710 انجام بگیره. این بار درسته به 61 صدومی فیبو رسیده، ولی کانال سعودی دیگه از دست رفته و از کانال سعودی خارج شده، یعنی الان ریسک کار این قسمت انجام میگیره که دیگه تو کانال سعودی نیستیم و احتمال داره که در کانال نزولی هم باشیم. بنابراین با توجه اینکه کندلش هم فعلا قرمزه و آرسایی هم همینجور که میبینی استاچ آرسایی ما هنوز به سمت بالا نیمده، البته منطقه خوبی برای خرید قرار گرفته آرسایی، ولی حرکت رو هنوز ازش ندیدیم. احتمال داره که حالا یک دو کندل قرمز دیگه هم بخوره، ولی باز به نظر من منطقه مناسب برای خرید تو همین منطقه هستش که حالا داره قرار میگیره، یعنی بین 7800 فیبو تا 6100، 635 تومن تا 710 تومن، که الان 714 تا 710 رو هم دیده، توی این منطقه میتونه برای پله اول ورود مناسب باشه. و خب قطعا اگه پله اول اینجا انجام گرفت، پله دوم میتونه دیگه بیاد روی این قیمتی که تقریبا 11 بهش رسیده بود، یعنی 540 تومن انجام بگیره. پس ببینید بین 635 تا 710 با تجربه ریسک پذیری خودتون میتونید به پارتا هم ورود داشته باشید. البته خب وضعیت کلی بازار هم مهمه، به RSI‌ش هم یه مقداری توجه داشته باشید که حالا شاید یک دو تا دیگه هم جا داشته باشه که پایین بیاد، ولی خب اگر هم شروع کنه بالا رفتن، همونجوری که می‌بینید قبلا هم یه واکنش نشون داد و خوب بالا اومد، یه مرتبه مثلا 20 درصدی دوره جا داره که بالا بیاد و سود خوبی رو بشه ازش بگیرید. خب دوستان اینم از فیلترهای امروز و نمادهای امروزمون. منتظر نظرات خوب شما عزیزانم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.